سلام علیکم دوستان در این ویدیو برای نشان میدهیم که چگونه ویندوز دیفندر را در ویندوز ده غیر فعال بکنیم یا دیسیبل بکنیم برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایین دوستان ما میتوانیم که ویندوز دیفندر را هم به شکل موقت و هم به شکل دائمی آن را غیر فعال بسازیم اول به طور به شکل معقد را برایتان نشان میدهیم که چگونه آن را غیر فعال کنیم برای معقد سازی آن به طور معقد بالای ویندوز که در قسمت کلیک بکنین و بعد از او بالای دگمه سیتینگ در قسمت کلیک بکنین در اینجا بالای گزینه اپدیت اند سکیوریتی کلیک بکنین و بعد از هم در قسمت بالای ویندوز دیفندر کلیک بکنین دوستان در این قسمت گزینه ریال تایم پروتکشن دیده می شود این گزینه را زمانی که شما آف بکنین یا خاموش بکنین در شما به شکل معقد بسته می شود یعنی هر زمانی که شما کمپیوتریتان را ریستارت کردین این اتومات پس فعال می شود این به شکل معقد بود دوستان به طور عموم ما می توانیم ویندوز دیفندر را بسته بکنیم که تا خودیمان دوباره آن را باز فعال نسازیم دیگر فعال نشو میتوانیم این کار را همچنان انجام بدهیم برای انجام دادن این کار در قسمت سرچبار در اینجا نوشته بکنیم که رگ ادیت ای جی ای رگ ادیت نوشته بکنین و بعد از اون بالای دگمیی برای این گزینه که در اینجا دیده می شود کلیک بکنید و بلای دیگه می کلیک بکنین در قسمت دوستان این قسم یک صفحه برای شما باز می شود در اینجا اه اه اید که لوکل ماشین رو انتخاب بکنید این گزینه دوم را و بعد از او بلای ای, ای, ای کنک کلیک بکنید که چیزایی که مربوط به او می باز شود زمانی که بالای آن کلیک کردین بعد از او در ای قسمت سافویر را انتخاب بکنین و بالای تیرک در قسمت کلیک بکنین بله دوستان در, در قسمت پایین بیاین در قسمت پایین گزینه پالیسی رو انتخاب بکنین و بعد از او بالای تیرک کلیک بکنین باز شو و در ای قسمت باز بالای مایکروسافت کلیک بکنین زمانی که مای بالای مایکروسافت در قسمت کلیک کردین در سمت راست بیاین راست کلیک بکنین و بعد از او آلاین دگمین نیو, نیو باز می و در این قسمت بین دیوارد سی و بیت والیو را بلایش کلیک بکنین دوستان در این قسمت نوشته بکنین که دیسیبل انتی اسپای ویر متوجه باشین که حرف اولی هر کلمه را بزرگ نوشته بکنین دیسیبل انتی اسپای ویر به قسمی که من نوشته کردم ما قسم شما هم نوشته بکنین و بعد از او دوبار بلای امی فولدر را که ساختیم در قسمت کلیک بکنین ای یک صفحه قسم یک دریچه برای شما باز میشه و قیمتش فعلا 0 است دوستان اگر ما قیمت این را ای صفر را یک بدهیم در قسمت یک انتخاب بکنیم ویندوز دیفندر ما به شکل دائمی بند میشه یعنی یک انتخاب کنیم و بعد از اون دیگه می اوکی کلیک بکنین ویندوز دیفندر ما به شکل دائمی بند شد دوستان زمانی که این کار رو کردین دوستان ویندوز ویندوز خود را کامپیوتر خود را یک بار ریستارت بکنین تا ریستارت نکنین و فعال نمیشه یک بار در قسمت بالای ریستارت در قسمت کلیک بکنین بالای ریستارت یک بار ریستارت بکنین بعد از او به شکل دائمی بند میشه اگر که خواستین دوستان اگز اگز ویندوز دیفندر را غیر فعال بکنین یعنی خواستین که دوباره آن را فعال بسازین پس به این مرحله قسمی که شما این رو فعال ساختین همین مراحل را تای بکنین و در اینجا بیاین بالای این گزینه دبل کلیک بکنین امی قیمتی که ما یک دادیم میره پس زیرو بتین و بعد از اون بالای دگمه اوکی کلیک بکنین باز یک بار ویندوز کمپیوتر لپتاپ خود را ریستارت بکنین پس دوباره آن فعال میشوه با این طریقه شما میتوانید که ویندوز دیفندر را در لپتاپ خود به سبک به شکل معقد و به شکل دائمی غیر فعال بسازید دوستان اگر این ویدیو خوشیتون آمده باشد لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان